خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما هممیهنان و همزبانان، ایرانیان دلیر و آزاده، آزادگان دلیر پاک نهاد ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن. چنان که میدانید یاران، به بازخوانی تاریخ نشسته ایم. نگاهی میافکنیم به تاریخ صدر اسلام از کتاب شیعیگری استاد علامه احمد کسروی، آنچنان که او برای ما بازگو کرد از تاریخ چگونگی پیدایش این کیش را دانستیم و آن موهومات و خرافاتی که تحت لوای امام زمان این ملایان به خورد ما داده اند. اجازه بفرمایید بیش از این سخن را به درازا نبریم و ادامه ماجرا را با هم بخوانیم. علامه می‌فرماید: بله، سپس که داستان امام ناپیدا پیش آمده و ناچار شدند که چشم به راهش دارند، یعنی شیعیان، همان را مهدی نیز گردانیده، این بار به سوجویی درستی از آن افسانه پرداختند. عرض کردم درست به معنای کامل. اگر دیگران یک حدیث ساختندی، اینها صد حدیث ساخته بنیاد پندار خود را بسیار استوار گردانیده اند. چیزی که هست اینها به مهدیگری نیز رنگهای افزوده به سخنان شگفتی برخواسته اند. پیش از مهدی دجالی پدید خواهد آمد. این سخنانی که این آخوندها بافتند بر سر منابر و اندر مجالسشان. پیش از مهدی دجالی پدید خواهد آمد. روز پیدایش مهدی آفتاب بازگشته از سوی مغرب خواهد درآمد. یاران امام که 313 تن بوده از شهرهای شیعه نشین، منظور شیعه نشین آن روزی است، از طالقان و قم و سبزوار و کاشان و مانند اینها خواهند برخاست، با طی العرض خود را به مکه خواهند رسانید. امام شمشیر کشیده یا سارات الحسین گفته به گرفتن خون حسین برخواهد خواست. هرچه بنی امیه و بنی عباس است خواهد کشت، چندان خواهد کشت که پیرامون کعبه دریای خون گردد و مردم خواهند گفت در خون ریزی اندازه نمی شناسد. در پاسخ ایشان امام به منبر رفته با چشمهای اشکالود لنگ کفش کهنه پاره خونالودی را که لنگ کفش علی اکبر است به دست گرفته خواهد گفت: من اگر همه جهان را بکشم کیفر این کفش نخواهد بود. از این گونه سخنان چندان است که اگر بنویسم باید همچون مجلسی و دیگران یک کتاب جداگانه پردازم. این است تاریخچه پیدایش کیش شیعی، کیش شیعی که امروز هست. و عرض کردم این امروز استاد برمیگردد به قریب 100 سال پیش. میخوام عرض کنم نه در این 100 سال پیش، که در همین آقا 20-30 سال گذشته آنچنان رنگ و لعاب بر این افزوده شده، آنقدر پیازداغ و روغنداغش رو زیاد کردن که از حد و حساب خارج است. نمونه عرض میکنم به خدمتون، نمونه عرض میکنم. مخلص
در خاک پاک ایران زمین به دنیا آمده، در اونجا مدرسه رفتم. آقا ما در دوران مدرسه، خب بالاخره ما هم که کافر که نبودیم که، پدر و مادر و خانواده همه نمازخون و مؤمن، خب طبیعی است که اعیاد اسلامی برای ما گرامی بود، من جمله عید بزرگی مثل عید قربان. خب عید قربان همه شب عید به هم تبریک میگفتن، یا روز عید دید و بازدیدی بود، جشن و شادمانی بود. اما همین دیگه، این بود. امروزه میبینیم میگه حالا شب عرفتون مبارک. آقا عرفه چیه؟ آقا مثلا مگه من چند سال از ایران بیرونم؟ من که دو قرن نیست که از ایران، من که تو همین 20 سال پیش 30 سال پیش تو ایرانی خبرها نبود که شب عرفه چی؟ آه این شب عید قربانه، یه شب قبلشه. آقا من نمیفهمم این از کجا در آمد؟ این چرا تا 20 سال پیش اینجوری نبود؟ من میخوام عرض کنم تا حتی 10 سال پیش هم اینجوری نبود. بابا تا 5 سال پیش هم اینجوری، شب عرفه از کجا در آمد؟ اشکالی نداره، اما از خود چرا بر سنن می افزایید؟ اگر این سنت اسلامی است، خب بس باید 20 سال پیش هم می بود، باید 100 سال پیش هم می بود دیگه. تازه کشف شد؟ این کشفیات رو کی به شما داد؟ چرا اینقدر اینو این آش رو اینقدر شورش می کنید؟ آخه اجازه بدید بابا هر کسی به اون مرام و مسلک خودش خداش رو پرستش کنه. این همه زور در کار دین؟ مگر در خود کتاب خداوند نیستش که لا ریب، نمیدونم، لا اکراه فی الدین؟ اگه لا اکراه فی الدین، پس این به زور به بهشت بردنتون دیگه چی چیه؟ اگه اکراه نیست، خب بذارید اکراه نباشه. اکراه یعنی اجبار، اجباری در دین نیست. خب اگر اجبار نیست، این حجاب اجباری یعنی چی؟ این روزه اجباری یعنی چی؟ این نماز اجباری یعنی چی؟ هر جا بخوای استخدام شی، فوراً یه گزینش بیام ببینم تو نماز جمعه میری یا نمیری؟ تو نماز میخونی یا نمیخونی؟ روزه میگیری یا نمیگیری؟ بچه حزب اللهی هستی یا نیستی؟ نیستی؟ بر قوزک پاد لعنت، حالا استخدامت نمی کنیم تا آدم بشی. این هم اسمش شده لا اکراه فی الدین. امر به معروف و نهی از منکر، آدم می کشن به اسم امر به معروف. امر به نمیخواد بره به بهشت، بزن بکشش حالا که نمیخواد بره به بهشت، غلط کرده میخواد بره جهنم. همه چیتون زوری شده، بوده البته از اولشم فتح مکه. خب مگه خدا هم باید شمشیر بکشه؟ خدا حرفشو میزنه، خریدار داشت خب داشت، نداشتم خب نداشت دیگه. تو قراره یه بار اون دنیا یقه ما رو بگیری، حساب رسی کنی فرض مثال. خب دیگه میگه حساب من و شما اون دنیا دیگه، این دنیا دیگه ولمون کن این دنیا رو. اگر انسان مختاره که هست، که فطرت انسانه، که آفرینش انسانه، آزادی و اختیار اینها دو رکن اساسی انسانیته، همه کارشون شده جبر و زور و قهر و تفنگ و سرنیزه و زندان و اعدام و شکنجه. باری این از تاریخچه پیدایش کیش شیعی، کیش شیعی که امروز هست، بدین سان از سده دوم هجری پیدایش گرفته و در بغداد و دیگر شهرهای عراق و همچنین در برخی از شهرهای ایران پیروانی می داشته، چون بنیاد آن به گزافه و پندار گذارده شده بود، هرچه زمان گذشت چیزهایی به آن افزوده شد. چقدر درست میگه استاد، چقدر درست میگه این استاد. همین که الان خدمتتون عرض کردم، نمونه‌ای که خدمتتون عرض کردم،
حالا ببینید چه چیزایی به این شیعیگری افزوده شده. نمونه هاش: امامان دانش های گذشته و آینده را می دانستند، زبان چارپایان و مرغان را می شناختند، از ناپیدا یعنی از غیب، عالم غیب، از ناپیدا آگاه می بودند، رشته کارهای جهان را در دست می داشتند، آرامش زمین و آسمان بسته به بودن یک امام است، روزی خوردن مردم به پاس هستی او می باشد. همچنین در دشمنی با سه خلیفه و دیگر سران اسلام که پایه دیگری از آن کیش می باشد اندازه نشناخته، روز به روز پافشارتر می گردیدند. در قرآن هرچه ستایش هست از آن امامان خود دانسته، هرچه نکوهش هست درباره آن سه خلیفه برشمردند. در این میان دو چیز به پیشرفت این کیش می افزوده: یکی نام نیک امام علی ابن ابی طالب، دیگری داستان دلسوز کربلا. امام علی ابن ابی طالب مرد بزرگی می بوده و ستودگی های بسیار می داشته. ببینید چقدر با احترام یاد می کنه. او که اهل اعتقاد دوگم و اینها که نبوده که، بله، مردیست روشن بین، احمد کسروی است او، اما با همه این احوال احترام حفظ میکنه و چه میگوید؟ میگوید که امام علی ابن ابی طالب مرد بزرگی میبوده و ستودگی های بسیار میداشته، شیعیان از نام نیک او سود جسته، چنین وامی نمودند که پیروان اویند. آن مرد بزرگ را بنیادگذار شیعیگری نشان داده و چنین میفهمانیدند که جدایی سنی از شیعی از زمان آن امام و بر سر خواسته های او و از زمان آن امام و بر سر خلیفه بودن او با ابوبکر و عمر آغاز یافته و این کشاکش ها و دشمنی ها به پاس او می باشد، در حالی که دیدیم در تاریخ عملا هرگز این گونه نبود. نه علی با ابوبکر و عمر دشمن بود، نه چنین بود که با اینها به کوشش و جدال برخیزه برای غصب خلافت، اصلا چنین نبود. از آن سوی درباره آن امام نیز به گزاف سرائی برخواسته، او را هم از جایگاهش بیرون می بردند. می گفتند پیغمبر گفته با دوستداری علی هیچ گناهی زیان نتواند رسانید، این اگر آلودگی نیست، این اگر بدعت نیست، شما بفرمایید این چیست. با دوستداری علی گناهی زیان نتواند رسانید، یعنی گناه نمیتونه به شما لطمه‌ای بزنه. چرا؟ چون شما دوستدار علی هستید، علی اون دنیا شفاعتتون میکنه، این دنیا هم گناه کرده باشی آسیبی نمیبینی، زیانی نمیبینی از بابت اون گناه. آیه قرآن مگه نداریم؟ مثقال ذره شر یرش خیرن یره، ذره المثقالی از عمل تو محاسبه میشه، خوبش به پات نوشته میشه، بعدش هم به پات نوشته میشه، اون دنیا حساب کتاب میشه. خب اینجا دوستداری علی چی شده پس؟ خدا یادش رفت تو قرآن اشاره کنه؟ می گفتند خدا گفته دوستداری علی دژ من است و هر که به دژ من درآید از خشم من ایمان خواهد بود. تو فقط کافیه علی رو دوست داشته باشی،
تموم آقا، دیگه خشم خدا نصیب شما نخواهد شد. در این باره سخنانی هست که اگر نوشته شود کتاب بسیار بزرگی می‌گردد. اما داستان دلسوز کربلا، این داستان از روزی که روی داد مایه خشم و افسوس بیشتر مسلمانان گردید و کسان بسیاری به خونخواهی برخواسته و خونها ریخته شد، ولی شیعیان جعفری از آن به بهره‌جویی سیاسی پرداخته با برپا کردن بزمهای سوگواری. چه درست اشاره میکنه استاد، چه واژه‌های دقیقی رو انتخاب کرده، بزم سوگواری. امروزه ما میگیم میبینیم حسین پارتی، چون نیک بنگریم حسین پارتی است. بله، با برپا کردن بزمهای سوگواری یاد آن را تازه نگه داشتن و در این باره سخنانی به شگفتی به میان آوردند. من جمله هر کس بگرید یا بگریاند و یا خود را گریان وانماید، بهشت برایش بایا می شود. خود را گریان وانماید، یعنی قشنگ داره تجویز میکنه آقا تظاهر کن، تظاهر به غمگینی هم بکنی جا تو بهشته. بر سر خاکهای امام علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی و دیگران گنبدها افراشتند و آنها را زیارتگاه گردانیدند، در حالی که این مخالف کیش اسلام است. آیین اسلام با قبر پرستی منافات داره، برای همین در آیین آمده آقا شما نماز که میخواید بخونید جلوی مجسمه ای، نمیدونم جلوی تصویری، چیزی وای نستید نماز بخونید، چون به منزله این میشه که شما تمرکزتون گیری رو مجسمه یا رو اون تصویر، انگار او رو دارید عبادت میکنید. حال شما فکر کنید یک همچین گنبد و بارگاه و گلدسته و علم و دکلی درست کردند و ذریح مقدسی و بوسه بران آستان زدن و تا دم درش رو بوسیدن و تا زمینش رو بوس کردن و تا عقب عقب از سنگ خارج شدن برای یک انسانی که قرنها پیش فوت کرده، اسمش هم هست که ما بهشتی هستیم، ما اسلام رو خوب فهمیدیم، بقیه جهنمی هن. ما خوب فهمیدیم، هیچکی مثل ما نتونست خوب بفهمه اسلام یعنی چی. اسلام ناب انقلابی محمدی علوی شیش دنگشو به نام ما زدن. به هر یکی زیارتنامه پدید آوردن که هر که حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدا را در عرش زیارت کرده. ببینید عرض کردم پیش از این خدمتون، امام در دم و دستگاه شیعیان با خدا یکیه، هیچ فرق نمی‌کنه. حدیث دیگه، اینکه من در نیاوردم کسروی هم از خودش در نیاورده، اینا حدیثه آقا، حدیثه. بی خودم نگید جلی فلان اینا، اگر قرار به جلی بودنه پس اون خوب خوبش هم باید بگید جلیه. شما نمی‌تونید یه جاهلی که دلتون میخواد، دوست میدارید، خوشتون میاد بگید این قبوله، اینی که ما خوشمون نمیاد قبول نیست. اینجوری که نمیشه که. اینو این حدیثا رو کی نوشته؟ یکی از سر کوچه که در نیومده اینا رو بنویسه که. علامه هاتون نوشتن دیگه، علامه محمد باقر مجلسی اینا رو نوشته، امثال او اینا رو نوشتن. اینا رو که یه آدم معمولی اینا رو ننوشه. خب او نمیفهمید اینا درست نیست، یا میفهمید و اعتنایی نمی کرد؟ کدوماش رو بالاخره قبول کنیم ما؟ عقلم نداشت، تحقیقم بلد نبود، غلط کرد که کتاب نوشت اگر از این دو پیرایه بی بهره بود.
و غلط میکنند که به این استناد میکنند. بنابراین این مغلطه، این که نه آقا اینا بعضیاش راسته بعضیاش دروغه نداریم، یا هست یا نیست. میلی بر نمیداره اینجا، من میلم میکشی که این راست باشه، نه نه اون یکی نه 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 اون نه. اینها یعنی این گزافه گویی ها که اگر هم از زمان جعفر ابن محمد و جانشینان او و از زبان آنان بوده، بیگمان چیزها به آن افزوده گردیده، بیگمان روز به روز در رویش و بالش می بوده. و همین است که من عرض می کنم چنین چیزی نمی تواند الهی باشد. این رو وصلش نکنید به سرچشمه نیکی ها، این رو وصلش نکنید به خدایی که آفریننده انسان و جهان و کائنات و عشق و مهر و دوستی است. اهریمن ممکنه چنین چیزی خلق کنه؟ خدا همچین چیزی خلق نمی کنه. گذشته از اینها، آن سبکباری که در شیعیگری از بایاهای سخت اسلام می بود و یک شیعی از جهاد، از نماز آدینه و مانند اینها آسوده می گردید و بلکه می توانست نمازی نخواند و روزه ای نگیرد و از هیچ بدی نپرهیزد و با رفتن به زیارت حسین و با گریستن به او همه گناهان خود را بیا مرزاند، آن نویدهایی که درباره میانجیگری امامان در روز رستاخیز و رفتن همه شیعیان به بهشت داده شده بود، آن برتری از گوهر و آفرینش که شیعیان در باره خود باور می داشتند و خود را از سرشت بهتر و پاکتری می پنداشتند، آن دستگاه جانشین امام و سررشته داری و فرمان روایی که ملایان شیعه برای خود ساخته بودند، هر یکی انگیزه دیگری برای کشاندن مردم ساده درون به سوی شیعیگری و پایداری آنان در این کیش می بود. راحت بوده دیگه، آقا شما بیا تو این دین هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، مسئله ای نیست. یه شب عاشورا مایشه، یه شب عاشورا یا گریه کن، یا به یا آخوندی پول بده اشک مردم رو در بیاره، یا نه اصلا قیافه غمگین به خودت بگیر، تمامه آقا تمامه، بهشت قلیدی، برو خوش باش. چرا؟ امام حسین خودش میاد اون دنیا شفاعتتون کنه، میگه این وایسه وایسه وایسه، این واسه من ناراحت بوده، این غم منو خورده، این عزای منو گرفته، اینو ببریدش به بهش خواهش میکنم. هرچی گناه کرده اصلا مهم نیست، غلام من بوده، نوکر من بوده، ببریدش به بهش خواهش میکنم. و این که چنان که عرض کردم که حدیث داریم که خدا ما امامان را از آب و گل والاتری آفریده و از باقی مانده یا آن آب و گل شیعیان ما را آفریده، یعنی اصلا ما دست خودمونم نیستا، نه که فکر کنی دست خودمونه، نه ما بخوایم نخوایم بهشتی هستیم، اوتوماتیک وار بهشتی خلق شدیم. اصلا حالا این دنیا خیلی عزم میخوام هر کسافت کاری هم بکنیم مهم نیست، بهشتی هستیم آقا جان. ما بچه شیعه بهشت رو خریدیم پیشا پیش. باری یک چیز دیگری که میباید در اینجا یاد کنیم آن است که باطنیگری که پدید آمده از همین شیعیگری میبوده. باطنیگری در واقع، حالا اینجا استاد خیلی به تفصیل بدان نپرداخته، در واقع این ماجرای شش امامی هاست، اینهایی که تا امام جعفر صادق را به امامت میشناسند، اما چنان که
دیدیم او در زمان حیات خودش ابتداعا پسر بزرگش اسماعیل را به عنوان جانشین بعد از خود معرفی کرده بود. حالا این امام که با اون علم غیب و لدنی و آگاه بودن از ناپیدا و دانش‌های گذشته و آینده نمیدونست که این پسرش زودتر از خودش میمیره، خودش مسئلتون باری زد و اون پسر اسماعیل زودتر از پدر فوت کرد و گروهی آمدن گفتن خب خداوند اینجا میخواسته به ما نشون بده که آقا امامت دیگه همینجا خاتمه پیدا کرد، این دیگه آخرش بود، اسماعیل دیگه آخر بود. شش امام تا جعفر صادق، هفتمی که اسماعیل باشد، زودتر از پدر فوت کرد. گرچه ما شیعیان اصنا عشری که البته همش دست ماست و درستش دست ماست و کاملش دست ماست و بقیه گمراهن، میگیم نه بابا یارو خب حالا اشکال نداره، حالا اسماعیل مرد، حالا موسی اون یکی بچه هم اون امام باش، تموم شد، ببین چه آسون بود، حل شد. باری این باطنی ها از باورمندان شش امامی هستند. آن وقت این ماجرای باطنیگری عرض می شود که در ایران در سده چهارم هجری خیلی به اوج رسید و عرض می شود که سردسته اینها هم خب حتما در تاریخ به نامش برخورده اید، حسن صباح و اون قلعه علموت و قلاع حشاشین، نه کسایی که حشیش میکشن بلکه حشاشین یعنی کسایی که داروساز هستند و با گیاهان کار میکنن و داروهای گیاهی تولید میکنن و اینها بیمارستان ها داشتن در همون هزار سال پیش که مریض های لاعلاج رو از اقصا نقاط گیتی یا حداقل جامعه اسلامی می آوردن به اونجا که اینها معالجه بشن. باری و چند ده سالی اینها قدرتی داشتند در ایام سلجوقیان و در اواخر سلجوقیان در واقع، تا اینکه بعداً با هجوم مغول بساط اینها برچیده شد و امروزه پراکنده طرفدارانی دارند. یک چیز دیگری که میباید در اینجا یاد کنیم آن است که باطنیگری که پدید آمده از همین شیعیگری میبوده و باطنیان در دشمنی با مسلمانان، این مسلمانان که اینجا استاد یاد میکنند علل عموم به جامعه سنی اشاره دارد که به باور این چاکر هم مسلمان واقعی اونها هستند. اسلام همونیست که در عربستان جاریه. باری و باطنیان در دشمنی با مسلمانان و در به هم زدن یگانگی و همدستی آنان چند گام بالاتر از شیعیان گذارده بودند. در زمانهای دیرتر شیعیگری چیزهای بسیاری را از باطنیگری گرفته است. از این گذشته کوشش‌هایی که باطنیان در راه به دست آوردن خلافت کردند و نیروهایی که اندوختند، فرمان روایی هایی که در مصر و یمن و ایران و دیگر جاها بنیاد گذاردند، در رواج شیعیگری و در گستاخی و بیباکی شیعیان کارگر بوده است. ولی ما چون در این کتاب از باطنیگری سخنی نرانده ایم، این است از آمیختگی شیعیگری با آن نیز سخن نمی دانیم. این را باید در کتاب جداگانه نوشت. اما رواج شیعیگری در ایران، این خود در تاریخ درازی داشته که ما ناچاریم در اینجا فهرست آن را یاد کنیم. باید دانست از روزی که عرب به ایران دست یافت، انبوهی از ایرانیان چیرگی آنان را بر نتافته برای رهایی به کوشش هایی بر میخواستند. حالا امروز شما تو تاریخ این آخوندها چی میخونید؟ ایرانیان با آغوش باز اسلام رو پذیرفتند. عجب، با آغوش باز اسلام رو پذیرفتند ایرانی ها. پس اگر آغوششون باز بود 20 و اندی سال چرا طول کشید تا منطقه به منطقه ایران رو فتح کنند؟ اگر آغوششان باز بود
پس اون جوی خونه ها که از ما ایرانی ها به راه انداختن چه بود؟ اگر ما به آغوش باز اسلام رو پذیرفتیم، چرا همیشه کینه و نفرت و دشمنی بین عرب و عجم بوده؟ چه آغوش بازی، چه مزخرفی، چرا دروغ میگید؟ دروغ محضه. بابک خرم‌دین آغوش باز اسلام پذیرفت، مازیار با آغوش باز اسلام پذیرفت، هزاران هزار هزاران هزار گیل و دیلم و ایرانی اینها با آغوش باز اسلام پذیرفتند. از قادسیه بگیرید تا به اون ور، تا به خراسان. خالد ابن ولید از خون ایرانی ها جوی خون نراند و نان در اون آسیاب گندم در آن آسیاب نان آرد نکرد و نان نپخت. آغوش باز شوخی تو گرفته که شوخیش هم زشته. حقیقت اینجاست، باید دانست از روزی که عرب به ایران دست یافت، انبوهی از ایرانیان چیرگی آنان را بر نتافته. دو قرن آقا، دو قرن ایرانی ها کوشیدند که اینا رو باز پس بزنن. ایرانیان چیرگی آنان را بر نتافته، برای رهایی به کوشش ها برمیخواستند، به ویژه در زمان بنی امیه که چون فشار ایشان بیشتر می بود دشمنی ایرانیان با عرب بیشتر شده بود و علویان که با بنی امیه می نبردیدند و می کوشیدند، ایرانیان لاله و بلعلی بل بغض معاویه هوادار علویان می بودند. یعنی استدلال ما ایرانی هایی بود که دشمن دشمن ما دوست ماست. بله، ما الان با این اسلام عزیز مشکل داریم. سردسته و حاکم اسلام کیه؟ این بنی امیه. خب پس ما شدیم با اینا دشمن. از اون طرف خبردار شدیم که آقا علویان دشمن دشمنای ما هستند، پس علویان میشن دوست ما. گرایش ایرانیان به این سمت و سو یکی از دلایلش این بوده، لال حب العلی بل بغض معاویه، نه به خاطر گل روی علی، بلکه از دشمنی با معاویه روی به علویان نهادند. از این رو شیعیگری در ایران زمینه آماده می داشت و کسانی از علویان که گریخته به اینجا در آمدند، در مازندران و گیلان فرمان روایی ها بنیاد گذاردند. سپس آل بویه که پادشاهی بنیاد نهاده تا بغداد پیش رفتند، اینان چه از روی باور و چه از راه سیاست هواداری از شیعیگری می نمودند و در عراق و ایران به رواج این کیش بسیار افزودند. در زمان سلجوقیان چون پادشاهان آن خاندان سنی می بودند، از رواج شیعیگری کاست. سپس در زمان مغول چون خاندان چنگیز به یک دین پابسته نمی بودند، بار دیگر شیعیگری در ایران به رواج افزود و یکی از پادشاهان بزرگ ایشان سلطان محمد خدابنده خود شیعی گردید و سکه به نام دوازده امام زد. پس از برافتادن مغولان، سربداران که در خراسان برخاستند و مرعشیان که در مازندران پیدا شدند و قرقویونولویان که
به بخش بزرگی از ایران فرمان راندند کیش شیعی می داشتند. قرقیونلویان و پیشرفت آنان در ایران بیشتر گردید. سپس سید محمد مشعشع در خوزستان که دعوی مهدیگری می داشت شیعیگری را با باطنیگری در هم آمیخته بدآموزی های نوعی را به میان مردم در انداخت. پس از همگی نوبت به شاه اسماعیل صفوی رسید که چون برخاست به سنی کشی پرداخته با زور و شمشیر شیعیگری را به همه جای ایران رسانیده نفرین و دشنام به ابوبکر و عمر و دیگر یاران پیغمبر را پیشه ایرانیان گردانید. ضرب شمشیر قزلباشان. از این زمان شیعیگری کیش رسمی ایرانیان گردید و سیاست کیش و کشور به هم آمیخت، به ویژه که این رفتار شاه اسماعیل و سنی کشی های او پادکاری پیدا کرده. سلطان سلیم پادشاه عثمانی هم در کشور خود به شیعه کشی برخواسته 40,000 تن را از بزرگ و کوچک و زن و مرد نابود گرداند. سپس از علمای سنی فتوا گرفته به جنگ شاه اسماعیل شتافت و در چالدران او را شکست داده گریزانید و شاه اسماعیل از غصه اون شکست دق کرد و مرد. برای که برای او چنین مصبح شده بود که او کمربسته 12 امامه و شکست در جبین او نخواهد بود، خود 12 امام کمکش میکنن. و اون شکست بدی که عرض میشود که او و ایرانیان در چالدران خوردن به واسطه اینکه عثمانیان به سلاح گرم مجهز بودند و ما ایرانی ها فقط شمشیر و نیزه داشتیم، این باعث شده بود که او انگار یک لطمه عمیق روحی روانی بخوره. هرگز لبخند از اون پس بر لب او دیده نشد و در اون فوان جوانی درگذشت. باری از اینجا دشمنی سختی میانه ایران و عثمانی پرید آمد. پس حتی دشمنی دو کشور بر سر این داستان شیعیگری است. چقدر جای تأسفه. از اینجا دشمنی سختی میان ایران و عثمانی پدید آمد و پادشاهان عثمانی هر زمان که فرصت یافتند به ایران تاختند. سپس در زمان شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل و سلطان سلیمان پسر سلطان سلیم نیز جنگ ها و خونریزی ها رفت. اسماعیل دوم پسر شاه طهماسب نوه اون شاه اسماعیل اول خواست شیعیگری را از ایران براندازد و یا جلوگیری از نفرین و دشنام کند، اما زمانش فرصت نداده از میان رفت. پس از وی در زمان سلطان محمد و شاه عباس و شاه صفی بار دیگر جنگ های بسیاری در میانه رفت و این بار عثمانیان از علماشان فتوا گرفته کشدار و تاراج هم می کردند و زنان و دختران را برده گرفته با خود برده در بازارهای استانبول و صوفیا و بلگراد می فروختند. بله، در پایان در زمان صفویان چون افغانان به شوند دو تیرگی سنی و شیعه به نافرمانی برخواسته پس از جنگ هایی به اصفهان دست یافتند و شیرازه کارهای ایران از هم گسیخت، عثمانیان باز هم فرصت یافتند و به آذربایجان و کردستان و همدان لشکر آورده چیره شدند و در این میانه خونهای بسیاری ریخته شد. سپس چون نادر برخاست این شاه غیرتمند
از یک سو به سر عثمانیان تاخته ایشان را از سراسر خاک ایران بیرون راند و بارها لشکرهای انبوه آنان را از هم پراکند و از یک سو به کندن ریشه کینه و دشمنی کوشیده چنین خواست که شیعیگری را از نفرین و دشنام پیراسته و از باورهای گزاف آمیز پاک گردانیده آن را یک راهی از راه‌های فقهی را نماید. شیعیان یا بهتر بگویم جعفریان را با مالکیان و حنفیان و حنبلیان و شافعیان در یک رد نشاند و در میانه آنها مهر و دوستی پدید آورد و در این راه به کوشش های بسیاری برخواسته بارها علمای سنی و شیعه را پهلوی هم نشانیده به گفتگو واداشت و بارها به عثمانیان فرستادگان فرستاد با این شرط پیشنهاد آشتی کرد و در مغان چون پادشاهی را میپذیرفت از ایرانیان در این باره پیمان گرفت، ولی این کوشش ها بیهوده در آمد و آن پادشاه غیرتمند کشته گردید و از میان رفت، شیعیگری به حال خود مانده تا به اینجا رسیده که امروز است. داستان آن را با مشروطه نیز همگی میدانیم. این است فهرستی از تاریخچه رواج شیعیگری در کشور ایران و در اینجا این گفتار اول که در واقع تاریخچه شیعیگری و تاریخچه رواج این کیش در ایران می باشد به پایان می رسد و گفتار دوم استاد حالا می نشیند راجع به این خورده هایی که می شود بر این کیش و آین گرفت صحبت می کند. با توجه به اینکه وقت ما رو به اتمام است اجازه فرمایید تا این گفتار رو به جلسه آینده موکول کنیم. با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادی و بهروزی برای یکایک شما نازنینان و با آرزوی بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن همگی شما را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر درود و دو صد بدرود و پاینده ایران.